با درود میکنم بار دیگر با شما هستیم در میزگرد پادیابند و جستار امروز در سوق دریای کاسپیان هست. همینطور که آگاه هستیم کنوانسیون رژیم حقوق دریای خزر پرسش هایی را برانگیخته و کارشناسان به هر گونه چه از نظر حقوقی چه از نظر به حال مالکیت مشا و از نظر حاکمیت آن رو زیر سوال بردن. این قرارداد و این کنوانسیونی که ایران آقای روحانی در کنار آقای ظریف سعی بر این داشتن که به هر حال به یک معاهده‌ای برسن بعد از 21 سال نشست‌هایی که در کنار قزاقستان، ترکمنستان و همینطور آذربایجان داشتن و اینی که به هر حال آنچه که در بین این دو روسیه و ایران 50% 50% تقسیم شده بود رو به گونه ای که به خاطر اینکه سواحل ایران 600 کیلومتر از 6000 کیلومتر رو در بر داره رو به گونه ای شد که 11% رو از آن ایران دونستن. آیا این در بستر دریا هستش یا فقط حاکمیت بر اون هست؟ برای اینکه تنها حاکمیت نظامی و حضور نظامی که در حال حاضر ما داریم و حیات خلوت آقای پوتین شده، نام دریای خزر رو و کاسپیان مازندران رو باید گذاشت حیات خلوت دریای پوتین که از اون طریق به حتی به سوریه هم موشک پرتاب می‌کردن. امروز برنامه دیگر داریم از سری برنامه های آسیب شناسی به هر حال آنچه که در ایران داشته و داریم در حال حاضر، از ترکمنچای گرفته تا گلستان و ترکمنچای دوم. من آوی رحیمی میزبان فرزانه ای هستم، جناب آبتین آینه از سوئد که با ما هستن. جناب آینه به برنامه ما خوش آمدید. آنگاه که دم آدم باد می کند، از گوشواره برگ شمیده ای فرو می افتم، می مالم بر روی مشتی خاک، دم همچنان بزرگ می شود بزرگ. با درود به شما و بینندگان گرامی پادیابند و همه هم میهنانم در سراسر گیتی، به ویژه در میهن باز هم مانده در بند. نخست این رویداد شوم و واگذاری دریای کاسپیان را از سوی جمهوری اسلامی به روسیه تسلیت میگویم به همه هم میهنانم، به شما، به بینندگان شما. دوب نشین این رخداد شوم هستیم. ببینید، به باور من این پیماننامه ننگین بر بستر ناتوانی ها و گسستگی های جمهوری اسلامی بسته شد. یعنی اینکه جمهوری اسلامی میخواهد بماند یا برود، چون میداند که ایران از نظر اقتصادی ورشکسته کامل شده، در چند ماه آینده نفتش به هیچ عنوان صادر نمیتواند بشود و توان سرپرستی و مدیریت و ساماندهی از ایران در مردم ایران و خود سامان ایران از دستش بیرون رفته. در نتیجه میبایست به یه جایی تکیه کنه و این جا رو روسیه است. ببینید، این نگاه آقای خامنه‌ای به شرق بی‌معنی نیست. اینا در سال 96 این نگاه به شرقشون کاملا مشخص بود. ما الان آگاهی های گوناگونی داریم که سال 96 نخستین بار جمهوری اسلامی داوطلبانه سهم مشا یا 50% یا برابر خودش رو که طبق قرارداد دو قرارداد 1921 و 1940 که کاملا مشا بیان شده تقدیم روسیه و سه کشور دیگر داد. اینو گفته های آقای رجب سفروف که کارشناس برجسته روسیه هست و پارسی هم بسیار زیبا سخن میگوید
اینو چندین بار و چندین بار گفت، طوری که در روز بعد مجبور شدم پس بگیره سخنشو. ایشون میگوید که ما در سال 96 نخستین بار بود که یک نشستی داشتیم و نمایندگان جمهوری اسلامی از سهم 50% خودشون سخن نگفتن و گفتن 20%، و ما شگفت زده بودیم. بله بله. ایشون گفت ما اصلا هم این یک هدیه بزرگ الهی بود برای این چند کشور که ما باور شدنی واسه اون نبود. خب این همون نگاه به شرق آقای خامنه‌ای و گروه دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی بود که بدین گونه نگاه میکردن. خب حالا اینا اومدن این نگاه به شرقشون با 20% آغاز کردن و رسیدن به 11%. حالا چگونگی این قرارداد بسیار جالبه که اگر شما پرسشی دارین من میتونم در خدمت باشم، اگر نیست این چارچوب و استاندارد ساختار این قرارداد با هم بررسی کنیم که این قرارداد چگونه بر بستر چه چیزی، آیا بر بستر یک حقوق بین المللی ساخته و پرداخته شده یا نه در راستای منافع دولت روسیه و وزارت دفاع روسیه این کار انجام داده است. بله در این راستا پرسش هایی که مطرح میشه که برخی از حقوقدانان به استناد به دو قراردادی که در 1921 و 1940 میلادی ما داشتیم و مفاد موجود در اونها اعتقاد به سهم 50% بین ایران و روسیه بوده، و آنچه که در حال حاضر ما می‌بینیم روسیه که آمده و فروپاشی روسیه که قزاقستان و آذربایجان و به هر حال ترکمنستان رو که ما داریم که در سواحلی که یعنی دور تا دور هستن و به عنوان یکی در بزرگترین دریاچه دنیا خوانده شده و که ما دریای مازندران اون رو میکنیم یا بحر خزر، آنچه که مهمه 50% روسیه باید تقسیم بشه، نه اینکه تمام 100% بین 5 کشور تقسیم بشه. یک پرسش دوم برای اینه که به هر حال دکلها و سرمایه هایی که سرمایه گذاری های دولت های غرب مخصوصا انگلیس که سه شرکت نفتی توتال، شل و بریتیش پترولیوم در حال حاضر دارن نفت رو استخراج میکنن بدون داشتن هیچ گونه اجازه و پروانه از ایران، و اون رو دارن یه راست به اروپا دارن میرسونن رو به انگلیس و غیره و اینها. اونم باید در نظر بگیریم تحریم هایی که به هر حال از نظر اقتصادی به خاطر کریمه علیه روسیه شده راه برای اون باز باشه، نه فقط حضور نظامی داشته باشه در حیات خلوتی که در دریای مازندران خونشه یا دریاچه کسپیان، بلکه دارای حاکمیت نظامی از یک طرف میتونه باشه و از طرفی که درباره استخراج منابع و سرمایه هایی که در اون هست، چه نفت و چه گاز و چه خاویار و ماهیگیر و غیر و اینها به چگونه مطرح شده. پرسش هایی که به هر حال ما میشنویم. بفرمایید. ببینید این که ایران و اتحاد جماهیر شوروی دو قرارداد کاملا روشن با تایید سازمان ملل متحد و دیگه حقوق بین الملل کاملا درست در یه ساختار دقیق این دو قرارداد بسته شده و به قدری هم تو این زمینه پابرجا بودن که میگفتن که این دریای ایران و شوروی است. یعنی یکی از اشتباهایی که دوستان ما دستن در کار هستن، حتی میگن دریای ایران شوروی، یعنی به خاطر دریایی که همراه با مودت بوده، دوستی بوده، به مشا برابر تقسیم شده، بهش میگفتن دریای در همون پریود تازه که همین در پیرامون همین زمانی که گفتیم، بهش میگفتن قرارداد بین ایران و شوروی و قرارداد دریای ایران و دریای شوروی. در نتیجه این کاملا مشخص بوده. یه چیزی دیگه که همکنون بسیار رو این تکیه میکنن به نادرستی بیان نشده، بستر دریای مازندران یا دریای کاسپیان.
در آن موقع هیچگاه سخنی از ذخایر گاز و نفت کف دریاها نبوده. مثل اینی که شما بریم به تاریخ بپردازیم، بریم آقا بگیم زمان کوروش بزرگ چرا سخن از لیزر نشده، چرا بعد نسبیات انیشتن رو در واقع ما اونجا چون گفته نشده بس قابل قبول نیست. پدیده های مدرن تکنولوژی که پس از دیگری در واقع دستاوردهای انسانی است و زمان بستگی داره. مگر ما تا 20 سال 30 سال پیش اینترنت داشتیم؟ ما هم اکنون به گونه نمونه اینترنت 100 مگابیت دارم، میاندیشم که این توانش کم باید بیشتر داشته باشم. آیا شما در سالهای پیش 20 30 سال پیش این اینترنت داشتیم به این شکل؟ آیا در زمان 1921 که این قرارداد بسته شد کدوم دریا بود که بستر شد بر مبنای نفت و گاز بررسی میکردن؟ این کاملا مشا آمده است. مشا یعنی برابر، یعنی 50%. من در شگفتم که کسی مثل نماینده دیپلماسی ایران آقای ظریف در یک برنامه تلویزیونی با کمال پررویی و دروغگویی میخندید و مسخره میکرد، میگو پس آقای ترامپ هم بیاد اینجا یه دیواری هم بین 55 بکشه. اینه به راحتی میشود گفت آقا مثل اینه که من با شما یک کارخانه ای رو با هم شریک باشیم، نیمی از من نیمی از شما، سهم من و شما برابر باشه. اگر من مردم نخست در بین میان این کمپانی دیوار میکشم یا اینکه شما داده هایی سرمایه گذاری میکنید بعد این کار کارآفرینی میکنید، این کارآفرینی سودی دارد و اون سود رو از سرمایه در واقع با همدیگه تقسیم میکنن، سودش به دست بیاد بین دو طرف تقسیم میکنن. حالا اگر من مردم 5 تا بچه داشتم، 5 تا کودک یا 5 تا فرزند داشتم، آنها بیان از شما از سهم شما بگیرن، این اصلا از دیدگاه حقوقی خود انسانهای که ما در این زندگی میکنیم تا حقوق بین الملل به هیچ عنوان قابل قبول نیست. در نتیجه خیلی شسته رفته، نخست نام دریای کاسپیانه در تمام در نقشه های جهان، دوم دو قرارداد 1921 و 40 شفاف و به درستی با استانداردهای بین المللی و تعریف دریاچه در فلات قاره ایران. این تعریف دریاچه بسیار بسیار مهمه. خود این قرارداد یکی از ضعف‌های عمدهش و بزرگش اینه که تعریفی از دریاچه و دریا نداره، یعنی در واقع همون دیدگاه وزارت دفاع روسیه رو در اینجا پیاده کرد. در نتیجه این کاملا مشخصه که همه چی درست بوده. جمهوری اسلامی به خاطر نگاه به شرقش و به خاطر ماندگاری خودش این باج بزرگ رو به روسیه داده و روسیه یک در واقع دیدگاه دراز مدت دارد که میخواهد حتی تا آبهای گرم خلیج فارس هم با این دیدگاه که داره آقای پوتین خودشو بکشه و این نخست آغازه. من اینو به خدمت شما بگویم هم بینندگانتون که روسیه به راحتی برنامه پس از دور زدن جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی که بی تردید به انجام خواهد رسید، برنامه هایی برای بلعیدن ایران و بندرها و سواحل جنوبی دریای کاسپیان هم داشته و دارد و داره پی میگیره و کاملا از نیروی نظامی و دیدگاهی که همکنون داره و پیگیری میشه اون کاملا چشمگیر هست و آدم میبینه. جناب رحیم، با سپاس. با توجه به اینکه در قرارداد 1940 همه حقوق بر حال دریای خزر به شکل مساوی ذکر شده و این چون که ما برداشت داریم در شرایط حاضر به شکل دیگری در حال دنبال شده، یعنی که از آن 50% حق 50% که حاکمیتی که بر اون داشتن و نه مالکیت، اگر تقسیم بر دو بشه 50%، همینطور که شما گفتید 50% روسیه باید بین دو ولی که به هر حال هستند بیاد و تقسیم بشه، نه اینکه قسمت ایران. با وجود که از نظر نظامی نیز
ایران اون حق حاکمیت نظامی خودش رو با وجودی که حتی برخوردار باشه نمیتونه با ابرقدرتی مثل روسیه در دریای خزر مقابله بکنه. برحال اگه ممکنه یک جمع‌بندی بفرمایید از آن چیزی گفته شد. ببینید یه چیزی که میتوانه در آینده ما به اون بپردازیم و بسیار اهمیت داره، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تمام این کشورهایی که 15 کشوری که جدا شدن و این 4 کشوری که در پیرامون دریای کاسپیان که امیدوارم شما این دریای کاسپیان رو بیان کنید که درستش هست و هم تاریخی هم درست بعد اینا تعهد دادن در قزاقستان، قراردادی هست که گفتن ما تمام تعهدها و قراردادهای اتحاد جماهیر شوروی رو به رسمیت میشناسیم و انجامش میدهیم. یعنی این قرارداد هست. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، یعنی یکی از برگه‌های برنده‌ای هست که ما میتوانیم تو چارچوب حقوق بین الملل به اون بنگریم و نشان بدهیم که اینا همه این کشورها پذیرفتن با این قرارداد. در نتیجه سهم ما 50% بقیه بعد تقسیم بشه به بین خود اون 4 کشوری که وجود داره. این به باور من هیچ چیزی برای چانه زدن کمتر از 50% نیست، ولی خود در واقع این قرارداد یا پیماننامه بسیار بسیار ضعف‌های عمده داره که دریاچه مازندران هم که گفتم بزرگترین دریاچه جهان، این دریاچه است، دریا نیست. در این قرارداد تعریفی بین برای دریاچه و دریا نداره. این در واقع هر دوتا رو که به نفع روس، آنجا که به نفع روسیه بود دریا باشد گفته دریا، آنتی که گفته دریاچه، یا هیچ کدوم. ما اگه این رو در بررسی کنیم میتوانیم دیدگاه بین الملل بگوییم که این دریاچه بزرگترین دریاچه جهانه و تعریف دریا چه رو باید پذیرو و اونم در چارچوب فلاتخاره ایران، نه بستر بستر. چه بستری؟ اینا اینقدر تو اینجا بستر بستر میکنن و به دروغ به این در واقع آویزان بستر شدن برای فریب مردم ایران، برای اینکه مردم رو گم کنن و گیج کنن و ندونن که این بستر به چه معنی است. ببینید دریاچه، یه مثال میذارم، دریاچه آرال یا دریاچه خارزم، نام دیرین و درست آرال خارزمه، میان قرقیزستان و ازبکستانه، یعنی دو بین این دو دریاچه. حقوق بین الملل دیدگاه دریا بسیار بسیار تفاوت داره. یعنی نظر دریای آزاد هر کشوری که ساحلی داشته باشد تا 15 مایل میتواند از اون ساحل استفاده کنه، بقیهش میشه بر گفت آبهای آزاد هستند. ولی دریاچه بدین گونه نیست قوانینش. همونطوری گفتم این قرارداد در وزارت دفاع روسیه تهیه شده و یکی از بزرگترین مشکلاتی که برای ایران به وجود خواهد آورد در آینده این بود که چون شوروی روسیه از بودن قدرت‌های دیگر در دریای مازندران می‌ترسد و اگر باشه نمی‌تواند منابع سرشار و منابع مردمان ایران رو به راحتی در حلقوم خودش بریزد، در نتیجه قراردادی بندهایی رو تایید کردن که آقای روحانی هم با بی‌شرمی می‌گوید دستاورد ماست که هیچ نیروی خارجی در آنجا نباشد. ما اگر نیروی خارجی مثل آمریکا اونجا باشد به نفع منافع و حقوق مردم ایران هست. چون روسیه نمیتوانند به تنهای اونجا از آن خود کنند. ایران در دریای کاسپیان هیچ گونه نیروی نظامی و توانمندی نداره. یک ناوچه ای داشت که در 2 سال پیش، من به باور من پیشبینی همین روزا رو کرده بودن، اون رو در واقع ساقط کردن، سرنگون کردن و به زیر آب کشوندن و همکنون جا چندین قایق کشتیرانی ما چیزی رو در دریای کاسپیان نداریم. در نتیجه روسیه به راحتی این دریاچه رو از آن خود کرده است و بی تردید
برای سرمایه گذارهای خارجی هم شما اشاره کردین چندین شرکت بین المللی اونجا دارن نفت صادر میکنن و به اروپا میفرستن، اونم مشکل ساز خواهد شد. ضمن اینکه اونم اون قراردادها همه نادرست بوده به این دلیل که از سهم مردمان ایران این قراردادها بسته شده و لوله‌ها رو از بستر یا از زیر در واقع دریای مازندران یا کاسپیان کشیده شده به ترکیه و به اروپا. تمام اینا نشان می‌دهد که این قرارداد استانداردهای بین‌المللی نداره و یک ناظر نداره، شخص سومی که بخواد بهش می‌دونی هر قراردادی بی‌تردید از دیدگاه حقوق بین‌الملل اگر به مشکل بخورد که یا نخورد باید ناظر باشه که اون ناظر رو معرفی بشه و به دیدگاه بین‌المللی به رسمیت شناخته بشه. اینا هیچ کدوم انجام نشده چون هیچ گونه اون چارچوب استانداردهای جهانی رو این قرارداد جناب رحیمی ندارد. در نتیجه تمام اون دیدگاه 100% وزارت دفاع روسیه رو اینجا برآورده کردن که شوربختانه امضاهای آقای روحانی و ظریف هم زیر اینا هست و منافع بزرگ مردمان ایران را که بیش از 110,000 کیلومتر مربع از بهترین جای ایران در درازای تاریخ دریای کاسپیان سرسرای ایران شهر و ایران بزرگ و فلاتخار ایران بوده، در گذشته 90% از آن ایران بوده، با این شکستای ننگین در ترکمنچای نخست و گلستان قرارداد 50% کاهش پیدا کرد. همکنون هم که شوربختانه اگر بدین گونه بشود 11%. اگر زمان داشتید ما میتوانیم به این بپردازیم چه باید کرد که این شوربختی به رسمیت شناخته نشه، با ما بتوانیم در مقابلش بایستیم. با تشکر و سپاس از جناب آبتین آینه که در این بنای پادیوبند با ما بودن و جستار امروز امضای کنوانسیون حقوق دریای خزر بود. با سپاس بیکران من آویحی رحیمی به درود شما میگویم تا برنامه دیگر با ما باشید. جناب آقای آینه درود بر شما پاینده ایران. بدرود پاینده ایران.